قصه آن مرغ گرفته کی وصیت کرد کی برگذشته پشیمانی مخور تدارک وقت اندیش و روزگار مبر در پشیمانی آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام مرغ او را گفت ای خواجه همام به تو بسی گاوان و میشان خورده ای تو بسی اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر زانها در زمن هم نگردی سیر از اجزای من هل مرا تا کسه پندت بردهم تا بدانی زیرکم یا ابلهم اولان پند هم در دست تو ثانیش بر بام کهگل بست تو وان سوم پند هم من بر درخت که از این سپند گردی نیک بخت آنچه بر دست است این است آن سخن که محالی را زکس باور مکن بر کفش چون گفت اول پند زفت گشت آزاد و بران دیوار رفت گفت دیگر بر گذشته غم مخر چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 10 درم سنگ است 1 در یتیم دولت تو بخت فرزندان تو بود آن گوهر به حق جان تو فوت کردی در که روزیت نبود که نباشد مثل آن در در وجود آنچنان که وقت زابدن حامله ناله دارد خواجه شد در غلغله مرغ گفتش نی نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دی غمت چون گذشت و رفت غم چون میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری وان دوم پندت بگفتم که از زلال هیچ تو باور مکن قول محال من نیم خود 3 درم سنگ است ای اسد من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد 10 درم سنگ اندرونم چون بود خواجه باز آمد به خود گفتا که هین بازگو آن پند خوب 30 گفت آری خوش عمل کردی بدان تا بگویم پند سالس رایگان پند گفتن با جهول خوابناک تخت افکندن بود در شور خاک چاب که همق و جه نپذیرد رفو تخم حکمت کم دهش ای پند گو